سلام، همونطور که خواسته بودین و خیلی توی کامنت ها نوشته بودین که دوست دارین ببینین که چطوری میتونید توی سوئد واردات و صادرات انجام بدین، امروز کسی که متخصص این کار هستش کنار من نشسته و میخواد برای ما توضیح بده که ما چطوری میتونیم این کار رو انجام بدیم. آقای آزاد، الان اینجا کجا هستیم؟ اینجا الان انبار شرکت نوتیاست. اولین ایستگاه مواد غذایی ما که وارد سوئد میشه اینجا تخلیه میشه، تو محدوده گمرک هست. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان، بهنام آزاد هستم، مدیر شرکت نوتیا، وارد کننده انواع مواد غذایی از سراسر دنیا. سابقه کاری که من تو سوئد داشتم برمیگرده بیشتر به قسمت حسابداری و شرکت نوتیا که توش واردات مواد غذایی داشتیم. در ایران هم قسمت اصلی شغل من مواد غذایی بوده و حسابداری. مدرک تحصیلی من در همین رابطه است. مرسی، ممنونم که وقتتون رو به ما دادین. خواستم ازتون بپرسم که یک کسی که خیلی علاقه منده به کار واردات و صادرات چطور میتونه این کار انجام بده و استارت این کار رو چطوری میتونه بزنه؟ شما در وهله اول باید بدونید برای کالایی که میخواید عرضه کنید، چه به تو قالب صادرات چه تو قالب واردات، جامعه هدف شما چی میخواد؟ آیا پذیرای این محصول شما هست؟ اگر هست شما چه روشی رو دارین که حالا کالاتون رو تو این دنیایی که شما هر کالایی رو بخواید وارد کنین یا صادر کنین، بی نهایت رقیب وجود داره. بله، صد درصد. شما به چه شکل میخوای ارائه بدی؟ تو اون جامعه چجوری میخوای وارد شی؟ به نظر من بحث قوانین یه مسئله ایه که تو این دامنه بخوایم بهش بر نگاه کنیم. میشه گفت نه اینکه بی اهمیت باشه، آسون ترین قسمتیه که دوستان میتونن بهش برسن. شما توی اینترنت میزنین، توی فضای سایت هایی که هست، مثلا شما میرین توی سایت اداره گمرکینگ یا هم تول ورکت، تمام قوانین واردات رو برای شما نوشته ریز بریز، بهتر از هر مشاوری بهتون دونه به دونه گفته چی کار کنید. خب یک نفر میخواد برنج مثلا وارد کنه، برنج قانون خودشو داره، گمرکی خودشو داره، جاهایی رو که باید ببرن آزمایش داره، همه یه موارد نوشته شده اونجا. به عنوان مثال یه مثال میذارم، عسل از استرالیا بیاد وارد بشه، اولا اجازه ورود نمیدن، دوما جریمه میکنن، سوما من یه پولی میگیرن برای سوزوندن اون عسل. عسلی که از استرالیا بیاد. دلایل خودشون هم دارن. بس خیلی مهمه کسی که میخواد واردات و صادرات کنه در وهله اول وارد بشه با توجه به محصولی که دیتیل به دیتیل محصولی که میخواد وارد کنه بره تمام اطلاعاتشو از لحاظ قوانین مواد غذایی، حالا ما چون من خودم تو قسمت مواد غذایی هستم روی اون قسمت صحبت میکنم، مواد غذایی فقط با گمرک شما در ارتباط نیستین، با میلیو ورکت، اداره بهداشت و مواد غذایی هم در ارتباطین. شما باید بدونین که
چه قوانین و چه مرزهایی رو برای شما گذاشتن. به عنوان مثال شما رو تمام مواد غذایی باید تکس سوئدی داشته باشین. خود این تکس دنیاییه، به شما میگه بر چه مبنایی نوشته شه، به چه شکلی ترتیبش گذاشته بشه، به چه شکلی شما باید حتی فونتش، حتی اگر آلرژی داره به چه شکل اعلام کنین، تاریخاش به چه شکل باشه. که میخوان شروع بکنن به کار واردات، شما فرمودین که اول برن قوانین اون چیزی که میخوان وارد بکنن رو برن کامل مطالعه کاتگوریه. بکنن. دارم اینو از ابتدا تو ذهنشون داشته باشن. یک کاتگوری این که اصلا برن به سمت اینکه قوانین رو باید بدونن که که تو سایت تول ورکت هستش، ملیار هر کدومش که ببینید، یه موقع شما میخواین کالای صنعتی وارد کنین، باید برن تو اون قسمت اطلاعاتش رو جمع کنن. تو کار مواد غذایی باید برن. بعد خود مثلا در تو مواد غذایی وارد میشین، شما انواع قوانین هست، هر محصول باید برن قوانین محصول اونو. هر محصول بی شناسنامه خاص خودشو داره که شما باید، یعنی اصلا اینکه اینجا کلاس برگزار میکنن برای اینها، شما این دوره میگیرید، یه دوره رو میگیرید. اسمش چی هست این دوره؟ آموزش دورهای واردات و صادراته، حالا تو شکلای مختلف، تو شما تو کاتگوری های مختلف. پریوات این دوره ها یعنی خصوصی برگزار میشه، یعنی که باید برن ثبت نام. سالی یک بار دو بار به کسانی که واردات و صادرات پیشنهاد میشه که میتونن، کسایی که واردات و صادرات میکنن، شرکت های واردات و صادرات دارن، بهشون پیشنهاد میشه که انجام بدن. که اینا این آموزش به کسایی که علاقه‌مندن انجام بدن. علاقه‌مندن نه، اینها خودشون اطلاعاتشون به روز باشه، یعنی کسی که اینا داره... میرن اون دوره‌ها، بله، به اصطلاح یعنی کورس. اصلا کسی که داره واردات و صادرات میکنه باید این کورس‌ها رو بره. باید بره بدون این چه دوره رو دولت واسه پیشنهاد میشه. جاهایی هستن که از دولت بودجه میگیرن به صورت خصوصی، ولی برای شرکت‌ها در اختیارشون میذارن. آدمای معمولی هم میتونن ثبت نام بکنن یا نه فقط باید 100%. یه موقع از شما یه قطعات رو میخوایید واردات کنی یا صادرات کنی که حتما باید به عنوان مثال با سازمان امنیتی سوئد هم در ارتباط باشی. من یه مقطعی میخواستم بربرنگ صادر کنم از سوئد، از اسکوف مشخصا به من چند تا کاتگوری گذاشتن. به عنوان مثال برگشتن گفتن بربرنگ هایی که مربوط میشه به خودروها ما به شما نمیفروشیم، میره تو کاتگوری. مثلا اگر مثلا برای پژو من میخوام بربرنگ بخرم، باید برم با شرکت پژو، یعنی اسکوف با پژو قرارداد بسته. بربرنگ هایی که کد هایی داره که کد نظامی داره، اونا اصلا توی کاتگوری دیگه ایه. به خاطر این اگر بخوایم ما اینجا بشیم یکی یکی بگیم که این قانونش چیه، این قانونش چیه، اصلا یک سال برنامه، بله، اینا باید اون دوره رو، اینا رو مطلب اینا یا دوره رو برن یا شروع کنن خوندن. و بعد از اینم که اینا رو متوجه شدن به صورت کلی، تو اون قسمتی که دارن واردات و صادرات انجام میدن باید هر روز به روز باشن، یعنی هر روز اخبارها رو نگاه کنن. واردات و صادرات اینجوری نیستش که یه قانون رو یاد گرفت تمام شد، امروز برنج وارداتش آزاده، شما میری برنج خرید میکنی، حرکت میکنه، به مرز نرسیده یه اتفاق میفته، میان واردات برنج ممنوع. خیلی خوبه که سوئد این نظارت رو داره، حواسش هست. یکی از سخت‌ترین کشورهایی که در تو مواد غذایی هستش سوئده، یعنی حتی آلمان خیلی راحت‌تر از سوئده. بله، محصول ما میاریم خودمون دکلارا میکنیم. یه سری محصولات هستن که فقط با دکلارا کردن ما مورد تایید قرار میگیره، اما اینجوری نیستش که من دکلارا میکنم تمام شد، یه رندوم از انبار میان برمیدارم میبرم کنترل میکنم. مثلا پسته حتما نیاز داره آزمایش از ایران داشته باشه، اونم نه هر آزمایشگاهی. زعفران اگر از نقطه‌ای که قانونی میخواد وارد شه، این چیزی که با دوستان با مسافر رو اینا میارن بحثم نیست، بله متوجه. خیلی از زعفرانایی که الان تو بازار هست متاسفانه با مسافر دارن میارن، بله. شما هیچ تکس سوئدی روش نمیبینین، هیچ کنترلی وجود نداره. حتی خود ایران صادرات زعفران رو اگر یه سری آزمایش ها رو نگیرین ممنوع کرده. خیلی از این زعفرانایی که تو بازار هست آزمایش نشده، یعنی قانونی از کشور خارج نشده، مسافر با خودش آورده، نیم کیلو برداشته با خودش آورده، 300 گرم با خودش آورده، 200 گرم آورده، توی فیسبوک و نمیدونم تلگرام و اعلام میکنه من زعفرون دارم. در صورتی که اینها باید یه پروسه ای رو رد کرده باشه. الان کسی که در این برنامه رو میبینن و علاقه مند هستن به این کار واردات و صادرات، الان خب متوجه شدن که خب ما مثلا میخوایم به عنوان مثال این فنجون رو وارد بکنیم، ما باید بریم اول راجبش تحقیق کنیم ببینیم چه قوانینی وجود داره برای وارد کردن این به سوئد. بله.
بعدش نیاز به هیچ شرکتی ندارن؟ هیچ حالا من اصلا میگم قبل از این ببینید شرکت که اولا که کسی که میخواد وارد کنه به سوئد اگر مقیم سوئده که باید شرکت داشته باشه اینجا شما مقیمه یا تابعیت سوئد نه سیتیزن بودن برای شرکت زدن پس تابعیت اجبار نیست فقط اقامت داشته اقامت باشه کافی خیلی ها اقامت دارن مثلا اقامت کاری دارن شرکت هم ثبت میکنن مثلا خیلی ساده است اینها مثلا مربایی که ما توی ایران برامون به به و چهچه میکنیم خیلی هاشو شاید سوئدی ها نخوان اصلا غلظت شیرینی این مربا با مربایی که سوئدیه میخوره خیلی متفاوته یعنی باید جوری فکر کنن که من این مربایی که دارم از ایران میارم فقط برای ایرانی های توی سوئد نمیارم اصلا هر کسی فکر کنه که یعنی تو این دنیا بره که من میرم جنسی رو صادر وارد میکنم برای اینکه یه قوم خاصی فقط استفاده کنن مثلا فارسی زبان ها فقط استفاده کنن عرب اصلا محکوم به شکسته جامعه سوئد 9 میلیون نفر جمعیته چقدر نه خارجیه خب شما زمانی میتونی ادعا کنی من میخوام واردات و صادرات انجام بدم و بیام موفق بشم موقعی که شما فکر کنی کالای من توی ویلیس میشینه توی لیدل میشینه توی ماکسی میشینه یعنی اون موقع شما میتونی بگی که خب من آره اون چیزی که بقیهش به نظر من شوخیه در حال حاضر متاسفانه توی هیچ کنون از این فروشگاه که نام بردین ما محصول وارداتی نه هستش مثلا شما شرکت هایی داریم که مثلا الان مثلا شما ویلیس بریم آبلیموهای ایران هستش خرمای ایران هستش اومده. بعد کالا الان اونها هم دارن آشنا میشن ولی خرمای ایران توی ویلیس اومده پس اجازه ملیو ورکت داره یعنی اجازه بهداشت داره بله پس یه شایعه شده بود که اینا هپاتیتن اون داستان اون چیه خب همین اتفاقات میفته ببینید دعواهای بازار هم هست اتفاقا همون مقطع من 10 تن خرما وارد کردم عجب یهو اعلام کردن که هپاتیت اومده خرماهای ایرانی و جالب اینه که اتفاقا اینجاش خیلی جالبه که شما اگر من به امید فقط ایرانی ها 10 تن خرما وارد کرده بودم کلام پس مرکه بود ایرانی ها قبل از سوئدی ها این حرف رو قبول کردن این شایعه رو قبول کردن اون مقطعی که اعلام کردن کلن اعلام کردن که 9 نفر هپاتیت گرفتن توی سوئد اون 9 نفر هم جاهای مختلف سوئد بودن میلیو ورکت اعلام کرد که من هیچ اثری از خرماها هپاتیت توشون ندیدم این 9 نفر تو جاهای مختلف خودشون اعلام کردن کاملا یه دعوای تجاری بود مافیا بازی و رقابت ناعادلانه بوده توی بازی واردات خرما تو همون مقطع یکی از این فروشگاه‌های بزرگی که خارجی هم بود حالا اسم نمیبرم بله چون خیلی معروفه با من قرار گذاشت خارجی یعنی خارجی نسبت به سوئدی ها یعنی عین من خارجی بودش آها بله متوجه شد آره یعنی دیگه کلا 9 میلیون نفر همه آره دقیقا همین اومد و گفتش که خرماها تو همه شو من میخوام من هم گفتم خیلی خوشحال گفتم خب 10 تن خرما رو یه نفر اومده بخوام ولی به من اومد گفت مثلا برای من اگر تمام شد آ کرون من گفت آی منهای مثلا 5 کرون میخوام بعد دیدم اصلا با 20% زیر قیمت تمام شده از من خرما میخواد بعد اصلا منطقی نداره من این کارو بکنم گفت یا میدی یا نمیذارم بفروشی اصلا بعد حتما شرکتی که ثبت میکنن سهامی خاص یا همون عکس هولاگ باشه نه فرقی نمیکنه میتونه این خیلی فرما میتونه این خیلی باشه میتونه هندرس بلاگ باشه یعنی اصلا به اون فرقی اون تو قسمتی میره که شما با اسکت ورکت در ارتباطی میگه درآمدت مثلا اومده ولی خب شرکت سهامی خاص که آبه اینجا ما به اصطلاح بهش میگیم بله اعتبارش 100% شما وقتی عکس بلاگ داری بحث متفاوته شما پیشنهاد میکنی عکس بلاگ بزنم حتما پیشنهاد میکنم عکس بلاگ بزنم بخش ما باید یه برنامه اصلا داشته باشیم که کسایی که نمیدونن عکس بلاگ چی هست و فرق شرکت عکس بلاگ با باقی شرکت‌ها چیه رو باید یه برنامه جدا بذاریم و حتما راجبش یه کارشناس بیاد صحبت بکنه ولی خب دقیقا درست میفهمم الان مثلا ما دو تا محصول جدید داریم کار میکنیم
یکی دمنوش‌های طبی هستش. اتفاقا بوی خوبی هم داره. اما اول هم میره تو دماغ من. آقا بچه توش آب هم نریختم. ما بخوریم. فقط همینجور گذاشتن. حالا میگم. حالا بوش میاد چه بوی خوبی هم. یکی هسته. ببینیم الان مثلا روی این دمنوش میخوام فقط یه مثال ساده بزنم که بدونن اصلا کار آسونی نیست. این شما تو سوئد نمیتونیم بنویسیم که گلگاب زبون برای خواب خوبه. بله. شما حتما باید یک پزشک یا یک مرکزی به شما اجازه بده آزمایش کرده باشه، شما مجوز رو داشته باشی، بتونی روی کارتونت روی بسته‌بندیت بنویسی این برای خواب خوب است. این محصولی که الان ما ابتدا رفتیم دنبال این که مجوزش از بلژیک گرفته شه، یه آزمایشگاه بزرگی اونجا مجوزش رو گرفته، ما رو 20 خورده ای محصوله که میاد به اینجا بسنده نکردیم، یعنی الان تولید شده تو ایران آماده است ولی بسنده نکردیم، گفتیم صبر کنید. اومدیم چیکار کردیم؟ گفتیم که یه تعداد برای ما بفرستین، فرمایی رو آماده کردیم، چند تا گروه کردیم، با گروه سنی مختلف دادیم، دارن تست ذائقه میکنیم، مزه میکنن، فرمایی ما رو پر میکنن. به عنوان مثال میگه مثلا بوش برام خوب بود، مزهش بود، رنگش خوب نبود. کار هوشمندانه اینطوری نیستم که الان چه فرمای ما چیزهایی هم بیشتر علاقه آره منده. ما بعدم نرفتیم فقط مثلا با ایرانی ها، یعنی قسمت اعظمش خود جامعه اصلی. آره همون حرفی که اولام زدیم، شما واسه یه قش نباید باره اگر باره هدف باره. گرفتم باید هدفم درست باشه. بله. بعد میام یه دفعه خب حالا بعد اینکه آزمایش تمام شد اومد بیرون، بر مبنای این میره رو تولید انبوه و میاد چاشنی شد 2 سال وارد سوئد شده ولی قشنگ تنه زده به تنه یک. اینم مال چاشنیه؟ نه، شرکت ما داره انجامش میده، نوتیا داره انجام میده، چاشنی یکی از محصولاتشه. این ما قسمت‌های مختلف داریم کار میکنیم. این ولی مال نوتیاست. مال نوتیاست. پس اینو اینجا گذاشتیم باید از شما پولشو بگیریم. بله. ببینید من دارم تاکید میکنم مشاوره مشاوره مشاوره، مطالعه مطالعه مطالعه. شما مشاوره هم میدین به کسایی که علاقه من هستن؟ در حد امکان بله. حتما. پس شماره تون رو اینجا ما بنویسیم که اگه کسی که کار داشت باهاتون تماس بگیره یا ایمیل بنویسه. اصلا ما گروهی توی مجموعمون داریم که پروژه ها رو رسیدگی می‌کنه. پس اون شماره رو بدین که آره حتما اون مثلا اون مجموعه میره کار پروژه ها رو انجام میده، مطالعه میکنه. اصلا شما از ایده هاشون هم استفاده میکنین ساپورت مالی بکنین یا اینکه نه فقط مشاوره؟ حتما حتما، چرا که نه، چرا که نه. حتما. مثلا مثل کاری که عالمی میکنه حتما حتما، چرا که نکنیم. این خیلی خبر خوبی بود واقعا. یه بحثی رو مطرح کنن، یه مجموعه مطرح کنن، گروه پژوهشی ما نگاه میکنه، مطالعه میکنه، برمیگرده بهش، حتی جوابش منفی باشن بهش برمیگرده و دلایلش رو میگه فهم. میگه بره خودش اصلاح کنه، برگرده با اون شرایط درست کنه. بعد دیگه چی میخواین دیگه؟ یعنی کسی که علاقه داره دیگه راحت میتونه شروع بکنه، از همین بعد از این برنامه میتونه تلفن رو برداره شروع. دقیقاً. حالا اگه داری دو نصف شب میبینی نه برداشت زنگ بزن. همون چون که خودتون فرمودین اول برو اون جنسی که تو مد نظرت بیاری ببین چه قوانینی داره، اگه مواد غذایی برو از بهداشت این کشور استلامشو بگیر یا حداقل بخون تو سایتشون و سعی کن یه تیم خوب داشته باشی. حتما. و حواست به مافیا هم باشه نسبت به اون جنسی که داری وارد میکنی و اون جنسو فقط برای یه قبیله خاصی که دارن تو اون کشور زندگی میکنن وارد نکن و تبلیغاتی که انجام میدی تبلیغات تو پله به پله بیار بالا تا بتونی به کل جامعه محصولتو معرفی بکنی. به نظر من خیلی بعد در آخر خیلی مهم، مهمتر از همه این بودش که گفتیم که اگرم کسی هم که باز نیاز به مشاوره داره و اگه ایده خوبی داره ما بهشون کمک میکنیم. کل حرفم فقط یه چیزی که سوء تفاهم نشه بگم که مثلا دوستان شاید میگن خب شما که میگی جامعه ایرانی، نه خود با جامعه عرض کردم شما در کلیت، یعنی نهایت مثلا شما باید برای خودی برنامه بچینید، مثلا در عرض من 4 سال به تنه اصلی جامعه وصل شم، ولی شما نمیتونی مستقیم از ابتدا بری وصل شی به تنه، یه مسیر رو باید طی کنی. توی مسیر شاید بیای اول جامعه کوچیکو در نظر بگیری بری برو. به همین نسبت سرمایه گذاریت، به همین نسبت تبلیغاتت، به همین نسبت باید بری جلو. مرسی، ممنونم از شما که وقتتون رو به ما دادین. اگه برای کلام آخر هر حرفی دارین میتونین به این دوربین بزن. خوشحالم که موقعیت پیش اومده واسم که باهاتون این صحبت رو بکنم. من به شخصه، من و مجموعه‌ای که تیم من در خدمت دوستان هست برای کمک، صحبت، فقط و فقط و فقط یکی از چیزایی که منو
مشتاق کرد به این که تو این بحث بشینم اینه که دوست دارم عزیزانی که همزبان من هستن، از یه جامعه مشترک اومدیم، به همدیگه کمک کنیم و با همدیگه یار باشیم. منو به عنوان یار کنارتون بدونین، مطمئنن تا جایی که بتونم در خدمتون خواهم بود و همینطور من شماها رو یار خودم میدونم. مرسی، ممنون از شما. اگه از این سری برنامه ها خوشتون میاد حتما ما رو سابسکرایب بکنین. خدا نگهدار.